الله الرحمن الرحیم. جای بسا خوشحالی است که الحمدلله امروز مسجد مفردون یا المفردون در منطقه البته ولسوالی دهسبز منطقه شیخو افتتاح شد. عزیزایی که در این کار خیلی سهم گرفته، برادر عزیز ما الله متعال بهشان اجر پاداش بده و در پرونده نامه اعمال خیرشان حساب شود. در ضمن اهالی منطقه نیز در ساخت این مسجد زحمات زیادی را متقبل شدن و مذاق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ساخت کسانی که در ساخت ساز مساجد سهم میگیرن او در واقع نشان دهنده ایمان اونا است، یعنی بدین معنا است که گویا یکی از علایم فرد با ایمانی است که در ساخت ساز مساجد سهم میگیرن. گذشته از ساخت این مسجد در کنار مسجد عزوخانه نیز هست که دوستای ما عزیزایی که میان به خاطر اقامه نماز از خانه استفاده میکنن و به خاطر وضو ان شاء الله به خاطر نماز وضو تهیه میکنن. تمام سپاسگزار هستم از دوستایی که محبت کردن، لنگی بسیار زیبا و همچنان چپن بسیار زیبا عطا کردن. ان شاء الله ساخت این مساجد که ما در ولایت های مختلف و در مناطق مختلف به اون مشغول هستیم در پرونده نامی اعمال ما در روز آخرت سبب خوشحالی و سعادتمندی ما بگردد. برنامه ما ادامه داره، شما اگر میخواین سهم بگیرین در مساجد بعدی که انشاءالله افتتاح خواهد شد، حتما در قسمت پایینی کلیپ شما لینک ها را مشاهده میکنین یا پیام بگذارین یا مسیج کنین که ولی از اجر پاداش نخواهد بود. و جا داره که از جناب حاجی صاحب هم نیست تشکری کنیم، بسته که زحمات زیاد را البته همیشه متقبل شدن در ساخت مساجد قمر. حاجی صاحب شما خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. میشه که مختصر معلومات هم بتین که اینجا چند خانه بود و بعض دوستان میگن که چرا با این مسجد مثلا در اینجا ایمار میشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مدیر صاحب محترمی ولایت کابل ولسوالی دهسبز قریه شیخو تقریبا این مردم 50 خانه بودن که تا به حال یا مسجد نداشتن، بسیار با مشکل مواجه بودن. تقریبا یا متواتر چندین دفعه تماس گرفتن، باز خوشبختانه ما برشان اینجا آمدیم، جای دیدیم از نزدیک، باز الحمدلله یا جای هم وقف کردن. این الحمدلله مسجد با کمک شما با کمک دوستا این مسجد اعمار شد. حالا الحمدلله اینه شاید هستیم که افتتاحشان کردیم. وضوخانه امرای اون ذخیره ایشان مدیر صاحب تقریبا 1000 لیتر آب میگیره که اینجا مردم میتونن که حالا از استفاده کنن. بسیار زیاد شکر جناب مدیر صاحب از آمدن شما. خدا نصیب کنه که شما زحمات زیاد کشین، انشاءالله در روز آخرت این نجات ما سبب دخول ما به بهشت شود. لینک ها رو مشاهده میکنین و السلام علیکم و رحمت.